اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است. بینندگان گرامی تلویزیون، درود بر شما. رضا گوهرزاد هستم و برنامه پویش رو با کارگردانی فنی بهروز مشکینیار به شما پیشکش می‌کنم. همون گونه که ملاحظه می‌فرمایید، بنده هم در خانه هستم و به این ترتیب هنوز به استودیو نمی‌توانم بروم و با این طرح ماندگاری در خانه برای پیشگیری با افزایش مبتلایان و یا حتی مرگ و میر باید به هر حال ساخت. دشواره، خسته میکنه انسان رو، ولی راه‌های تکنولوژی این روزا این فرصت رو به ما میده که نه با اون کیفیتی که ممکن بود در پیش از این برنامه از استودیو انجام میشد، ولی تا جای شدن و شدنی بودن از خانه برای شما این برنامه رو ارائه بکنم. امیدوارم که همه تندرست باشید و در زمانی که داریم کمتر دچار این گرفتاری ها بشید، گرچه رعایت نکردن شرایط فاصله گرفتن از یکدیگر میتواند کمک کند به شمار مبتلایان بالاتر، و شمار مبتلایان بالاتر به صورت تصاعدی بالا رونده است و همکنون که نگاه میکنیم جهان در حدود 1,802,000 نفر رو مبتلا داره و در این میان آمریکا با بالاترین رقم، یعنی با 535,591 نفر مبتلا، در بالای جدوله. این تنها جدولی است که هیچ کشوری دوست نداره بالای اون باشه، ولی خود به خود یک بازدارندگی کشورها و توانشون کمک خواهد کرد که در پایین جدول باشه. ولی از همه مهمتر میزان مرگ و میره، یعنی جهان وقتی 112,223 مرگ و میر داشته و آمریکا هم 21,409 نفر رو ثبت کرده، من به رقم‌های ثبت شده اشاره می‌کنم تا بدانید که بر اثر آماری است که سازمان جهانی بهداشت جهانی اعلامش می‌کنه. برای همین وقتی که می‌گوییم که ایران 71,886 مبتلا داشته، ممکنه بیشتر از این باشه، یا چین همینطور. اینها برخی از کشورها رقمها رو درست اعلام نمی کنن، برای همین هستش که بر روی عددها مانند همیشه گفتم بحث نداریم، برای اینکه حتی مرگ یک نفر هم زیاده. ما در شرایطی هستیم که جمهوری اسلامی افزون بر اینکه این بیماری داره بیشتر و بیشتر شده، در زندان ها هم قربانی می گیره، خودش هم به دادگاه ها و اعدام کردن ها و این مسائلش پایان نداده. یعنی با یک جمهوری روبرو هستیم که همون روند 40 سال گذشته شو، الان که وارد 41 سال شده، در این 41 سال به شیوه های مختلف با اندازه های مختلف ولی همواره انجام ده. امروز روی موضوع کار و کارگران در این شرایط با شما گفتگو خواهیم کرد. دو مهمان دارم، اجازه بدید که نخست اونها رو به شما معرفی کنم. یکی از دوستان از اروپا، آقای صادق کار، در خدمتشون خواهیم بود و آقای مهدی کوهستانی نژاد از کانادا. به هر دوی دوستان که در این برنامه حضور دارن درود دارم، امیدوارم که اونها هم سلامت بمانند و بیشتر در این روشی و کاری که در پیش گرفتن در راستای خدمت به مسائل کارگری همواره توانا باشن. جناب صادق کار، درود بر شما. آقای کوهستانی نژاد، درود بر شما. متشکرم. همچنین
منم سلام می‌رسم برای شما و درود به اون کادری که در ایران و در تمام جهان، چه کادر پزشکی باشه چه کادر حمل و نقل و پست و فروشگاه هایی که امروز در به عنوان کارکنان اضطراری دارند کار میکنند، درود میفرستم به شما و به ما. خب برویم آغاز کنیم از برنامه رو با جناب صادق کار آغاز خواهیم کرد، همونطور که به هر حال از اول با ایشون هم از گفتگو و سلام علیک رو آغاز کردیم و به ترتیب پیش میریم. همه منتظر این مصوبه حداقل دستمزد و این مسائل بودن و امروز دیدم که بیش از 5000 امضا در اعتراض به مصوبه حداقل دستمزد اعلام شده. این مسئله در شرایطی انجام میشه که کارگران در پایین ترین شرایط زندگی هستند و حالا مسئله کرونا هم در کنارش. ولی پیش از اینکه یعنی مسئله کرونا طبیعی است، یه دونه نماینده مجلس اگر دوچار میشه مجلس رو تعطیل میکنن، ولی کارگران نیاز به کار دارن، نه تنها دولت بهشون پولی نمیده و به این ترتیب به اون شکل هزینه ای رو تامین نمیکنه، ولی ناگزیر به چرخ زندگی و چرخ اقتصاد هستن. جناب کار، این مصوبه تصویب شده حقوق کارگری رو که همه به عنوان یک حق ناعادلانه حداقل دستمزد بهش نگاه میکنن و شما چگونه میبینید؟ والا این در ادامه همون سیاست های گذشته دولت هست که میخواد اون سیاست فریز دستمزدی رو پیش ببره، یعنی دستمزدها رو به هر قیمتی ثابت نگه داره که کارگر ارزون عرضه بکنه و به شرکت هایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن. سال هاست این سیاست هست، به نتیجه هم البته نرسیده و این خودش نشون میده که اونها اشتباه به خطا این تصور دارن که گویا با پایین نگه داشتن حقوق کارگر میتونن جلب سرمایه گذاری کنن، تولید کنن. عوامل دیگه هستن، ولی به هر حال همونطور که عرض کردم طی سالهای گذشته هیچ وقت حقوق کارگرها و حقوق بازنشسته و دستمزد کارگرها به اندازه کافی حتی بر اساس اون چیزی که در قانون ناقص کار خودشون هست اضافه نشده و دولت هایی که تا حالا روی کار اومدن همواره سعی کردن با شکل های مختلف از افزایش دستمزد جلوگیری بکنن. مثلا یه سال به بهانه این که میخوان تورم رو بیارن پایین، یه سال به بهانه این که مثلا خطر درگیری نظامی هست، یک سال به بهانه این که کرونا هست. امسال که خب یه از مدتی پیش شروع کردن و دلیلش هم این بود که در سال گذشته ما گسترده ترین اعتراضات و اعتصابات کارگری رو توی 41 سال گذشته داشتیم و به خاطر همین ها پیشبینی میکردن که مبارزه برای افزایش دستمزد، و ضمناً بگم که یکی از خواستای مهم در طی این مبارزات افزایش دستمزد بود، افزایش دستمزد واقعی متناسب با هزینه‌های زندگی و بالای خط به صدا فقر. و خب توی این مدت اینا فکر میکردن که خب با نزدیک شدن فصل تعیین دستمزد اعتراضات و اعتصابات گسترش پیدا میکنه و خب کرونا اومد در واقع یه مقداری اختلال در این اعتراضات و اعتصابات وجود آورد. و اینا هم که خب استاد سوء استفاده از شرایط و موقعیت ها فجایع هستن که حقوق کارگر رو ضایع بکنن. و امسال اصلا از اول گفتن که دیگه ما امسال نمیخوایم افزایش بدیم. بعد دولت دید فشار زیاده، 15% رو مطرح کرد و بعد خب ما دیدیم یه تبعیضی همی در تعیین دستمزد بین بازنشستگان کشوری و کارمندا ایجاد کرد، به خاطر اینکه به عقیده من بیشتر یه مقداری اون صفوف فشرده مزدبگیران رو که توی سالهای اخیر در حال فشرده شدن در بود اونا رو به صلاح در هم بشکنه که بتونه این سیاست 21% رو که 20% کمتر از اون نرخ تورمی است که خودشون اعلام کردن تحمیل بکنه.
و خب دیگه اینقدر موضوع افتضاح بود که نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت هم از نگرانی از اینکه تعمونده موقعیتشون رو از دست بدن و خب با یه موجی از فعالین سندیکایی مستقل هم مواجه بودن که اینا احساس میکردن موقعیت اونا رو داره از بین میبره. اینا هم اومدن به صلاح از امضا کردن قرارداد نهایی خودداری کردن و خب دولت هم و کارفرما همی درست برخلاف قانون کار، برخلاف ماده 41 قانون کار و دو بند اون که شرایط تعیین مزد رو تعیین کرده، اومدن هم به اصطلاح به اندازه تورم رو اضافه نکردن، نصف تورم اضافه کردن، هم کمتر از نصف سبد هزینه خاربار که خودشون تو جلسه قبلی شورای عالی کار یعنی کارفرما دولت و این نمایندگان وابسته اینا رو تایید کرده بودن، یعنی حدود 5 میلیون تومان 4 میلیون و 900 خورده. خب حتی نصف اونم کمتر تعیین کردن و این خیلی در واقع بازتاب بعدی داشت. حالا بازم این در شرایطی داره یک همچین دستمزدی اضافه میشه که فشار اقتصادی کمر کارگرها رو خورد کرده و مردم در واقع خیلی از خانوادهای کارگری از تأمین حداقلهای زندگیشون با این دستمزدهایی که میگیرن درمانده هستن، بنابراین در واقع جناب کار به اینا خواهیم تأمین فقره. رسید. بله بله این تحمیل فقر فزاینده به کارگر و خانواده‌های کارگری هستش و حالا به هر دلیلی که صورت گرفته باشه، خب به نظر من حالا ممکنه که توی روزهای کرونایی کارگرها نتونن اعتصاب و اعتراض بکنن، ولی به نظر من بعدا عکس العمل کارگرها شدید خواهد بود، کما اینکه همین الان اعتراضات گسترده شروع شده و در واقع این چیزی هم که اینا الان گفتن این 5000 تا هم که امضا کردن، حالا اگر متحققم بشه تازه خیلی کمتر از اون به صلاح حداقل دستمزد هست که خود اینا قبلا روش صحبت میکردن. خواست واقعی به صلاح کارگرا افزایش 7.5 میلیون و بالاتر از اون تشکلهای مستقل کارگری به خاطر اینکه واقعا هزینه های زندگی اینقدر بالاست طبق آماری که خودشون اعلام کردن. بله، بنابراین بریم به سوی آقای کوهستانی نژاد، از ایشون هم پرسش داشته باشیم، برمیگردم به شما جناب کار. مسئله ای که در این حداقل دستمزد هست و تصویری که شده، اون چه که دیده میشه این هستش که برخلاف اون مسائلی است که سازمان بین‌المللی کار نگاه میکنه، برخلاف اون چیزی است که این ترکیبی که شورای عالی کار داره، این ترکیب ترکیبی نیست که در اون نمایندگان کارگران و تشکل‌های مستقلشون حضور داشته باشن. جناب کوهستانی نژاد، شما در مورد این مصوبه و پیایندهای اون چگونه نگاه میکنیم و با توجه به اینکه شما در رابطه با سازمان‌های نهادهای کارگری جهانی هستین، این رو اصلا در یک مقیاس چگونه ببینین، اونها چه نظری دارن و این حرکتی که دولت کرد که این رو به عنوان در 11 فروردین این رو اومد نگاه کرده و در تورم سال گذشته رو نگاه کرده، تورمی که 41% بوده، حالا میاد با یک رقم 21% افزایش در نهایت میپذیره که ناچیزه. در خدمت شما است. من در ادامه صحبت‌های آقای کار یه توضیح بدم. ما امروز در وضعیت اقتصاد نرمال نیستیم در سطح جهانی. ما باید اینو بپذیریم که ما در یک اقتصاد جنگی الان قرار گرفتیم و اوردن بحث اصلا اضافه دستمزد در شرایطی که ما میبینیم در حدود در همین یک ماه گذشته ما 7.5 میلیون کارگر بیکار شده، ما در سراسر دنیا داریم میبینیم که بسته های اضطراری کمک به کارگران در سطح جهانی به صورت بسیار عظیمی وجود دارن، روش کار میکنن. من در کشوری دارم زندگی میکنم که روز گذشته حدود 102 بیلیون دلار تصویب کردن کمک بکنن به وضعیت کارگران و دستمزدبگیران. ما باید در شرایطی از وضعیت کارگران ایران صحبت بکنیم که میبینیم هر روز
از این چیزی که دارن نه تنها کمتر میشه، بلکه با اون چیزی که خود خامنه ای اسمشو گذاشت جهش اقتصادی، ما یه جهش معکوس زندگی جامعه کارگریمون امروز. و ما باید از اون زاویه نگاه بکنیم که ما صدها هزار بنگاه های اقتصادیمون عملا فلج شده. یعنی شما نگاه بکنید تو کشور من و شما و بالتب تو کشور آقای کار و بسیاری از کشورهای دیگه، بحث از بسته های کمک های اقتصادیه. یعنی شما نگاه بکنید، اولا که در جامعه ما بهداشتمون که روی حواست، کارم که روی زمینم که خیلی محدود وجود داره. شما از یه کارگری امروز سراغ بگیرید که بره توی یک بازاری، بره توی سبزی فروشی 4 تا قلم سبزی و گوجه و خیار بخره، 70,000 تومان باید بده. بس شما دارید با یک جامعه ای صحبت میکنیم ازش که بسیاری از چیزاش رو اصول استانداردهای بین المللی نیست، و حتی اضافه دستمزدش هم یک بحث سیاسیه تا یک بحث اقتصادی. به جای اینکه اون 75,000 میلیاردی که گفتن ما میاریم توی جامعه و کمک میکنیم به اقتصاد و بتونیم این بحران رو بگذرونیم، نه تنها اون کار رو نکردن، بلکه جامعه رو به یک سطحی بردن که خودشون باید دو سالهای آینده جواب بدن. چون شما نگاه کنید، کارگر هفته گذشته به زور برگردوندن سر کار، کارگری که باید امروز در قرنطینه باشه، کارگری که باید بهش کمک بکنن تا این بحران رو بگذرونه. یعنی ما داریم از بحران جنگی صحبت میکنیم. یعنی شما نگاه کنید تو کشور من و شما با آقای صادق کار و امثال هم، تمام کارخانجات رو تبدیل کردن به کارمحلهای برای درست کردن لوازم بهداشتی و پزشکی. ما کارخونه، بزرگترین کارخونهمون که میشه ایران ناسیونال که 1,000,000 کارگر توش بوده، امروز با 20% داره نیروی کار میگذره. یعنی شما حساب بکنید 7,500,000 کارگر ما بیکار شده. ما داریم صحبت از کشوری میکنیم که 24 میلیون نیروی کار داره و طبق آمار خودشون در ماه دی ما حدود 4 میلیون بیکار داشتیم. 7.5 میلیون بیکار هم بهش اضافه شده. این اضافه دستمزد رو برای کی الان داریم ما بحث میکنیم راجبش؟ یعنی ما الان نگاه بکنیم بسیاری از بنگاه های اقتصادی ما در چارچوب نهادهای خود دولتیش هم عملا کارگراش کار حقوق نمیگیرن. شما نگاه کنید بین 2 ماه تا 6 ماه ما حقوق کارگرانمون عقب افتاده است. یعنی کارگر 7 تپه داره در ماه آذر حقوق کارکرد مهر ماهش رو میگیره. پس ما باید اول اینو یک بپذیریم، از اصولی که داریم صحبت میکنیم بگیم در چه جامعه‌ای داریم صحبت میکنیم، بعد بریم بحث بکنیم که آیا این 21% که اضافه کردن، این 21%، 41% خودشون سال گذشته قبل از کرونا اعلام کردن، یعنی 41% که الان باید بالای 80-90% باشه این تورم. من میگم بحثمون رو بیاریم روز زمین واقعیت امروز جامعه ایران در سطح جهانی و ببینیم اون چیزی که سازمان جهانی کار میگه 250 میلیون کارگر بیکار میشن و تو کشوری که من دارم زندگی میکنم توی 2 هفته گذشته ما فقط 2 میلیون کسانی رو داشتیم که از بیمه های کاری درخواست کردن. پس اگه ما تو کشورهای صنعتی با این بحران روبرویم، پس ببینیم تو کشوری مثل ایران با چه بحرانی الان جامعه کارگری روبروه. از این زاویه من فکر می‌کنم اگه ما بحثمون رو ببریم، اولا اون کسی که تو ایران نشسته میگه بابا، اونی که داره باهاش صحبت میکنه میفهمه موضوع کار داره کجا قرار میگیره. من فکر می‌کنم از این زاویه اگه بحث رو پیش ببریم کمک میکنه به یه نتیجه گیری برسیم که مثبت باشه در رابطه با جامعه کارگری ایران. سپاسگزارم. ولی یک مشکلی که هست این هست، جامعه کارگری وقتی نگاه میکنه میبینه که در همین شرایط بحران اقتصادی مدیریت نادرست توزیع عادلانه ثروت و تقسیم پول و همه اینها به شکلی داره انجام میشه که اونی که عقبتر میمانه و سفرش خالیتر میشه کارگر هست، خود به خود به سوی این مسئله هست که این دست کم اگر دستمزد حداقل دستمزدش بالاتر بود، اون کارگری که اگر در یه خانواده 2 نفر هستن و یکیشون کار میکنه، اگر از اگه حداقل دستمزد عادلانه ای برخوردار بشه،
با تمام این شرایط اقتصادی دست کم نان از سفره به میزان کمتری کم خواهد شد. جناب کار، شما داشتین اشاره میکردین به موضوع اینکه خود به خود این اعتراض ها بالا خواهد رفت و این عدد هم عدد چندان مطلوبی نیست. آقای کوهستانی نژاد میگن که اصلا الان در شرایط بزرگ بیکاری هستیم و اینکه چقدر این عدد بالا باشه یا پایین باشه تأثیری نداره، مسئله این هستش که بیکاری رو چه کار باید کرد. شرایط امروز جهان شرایط جنگیست. نظر شما رو بخواستم جویا بشم. بله، عرض کنم اولا که سیاست پایین نگردنش دستمزد مال دوران کرونا نیست، بیش از 30 ساله که در ایران دنبال میشه، بیش از 30 ساله. حتی در زمانی که آقای احمدی نژاد 700-800 میلیارد پول نفت رو گرفته بود این سیاست دنبال شده. بنابراین این یه موضوعی هست، این که الان کرونا پیش اومده یه موضوع دیگه. یک، دوم این که توی این سالهای گذشته توی این چند دهه در اثر همین سیاست که تکرار شده در واقع هیچ بنیه مالی بنیه اقتصادی برای کارگر باقی نمونده. حالا که بحران شده در واقع خیلی وضع وحشتناکتر شده و این اصلا قابل مقایسه با کشورهای مثل کانادا و نروژ نیست. اینجا به هر حال الان دارن خب اونایی که بیکار شدن 80% دستمزدشون رو به عنوان حقوق بیکاری بهشون میدن و مسئله بهداشتشون رایگان هستش. اکثرشون مسکن دارن، کرایه مسکن نمیدن، خیلی چیزای دیگه دارن که آموزش رایگان هستش، حتی دانشگاه اینجا رایگان هست. بنابراین تفاوت، حالا من نمیخوام بگم که مقایسه بکنم بین ایران با اون وضعیتی که داره با اینجا، ولی منظورم این هستش که این سیاستایی که هست مال امروز نیست، مال 30 ساله، مال زمان جمهوری اسلامیه. حالا اینجوری هم نیستش که مثلا وضع کارخونا در ایران خیلی خرابه از نظر درآمد، نه خیر، ما صنایع پتروشیمی میلیون میلیون دارن پول درو میکنن، کارفرما میلیارد میلیارد دارن پول درو میکنن. این پولا ولی میره جیب عده ای که مافیای حاکم هستن و سرمایه‌دارای وابسته به دولت هستن که این کارخونا رو هم با استفاده از راند مفت و مجانی تصاحب کردن. کارخونه خودروسازی در ایران شما نگاه بکنید که قیمت خودرو چند برابر شده توی یکی دو سال اخیر، ولی حقوق کارگر او وقت 21% میخواد اضافه بشه و الان هم وضع اونها خوبه، خیلی از کارخونه دارن کارشون رو انجام میدن. و مسائلی که میخوایم بهش بپردازیم در واقع به این با توجه به این چیزا باید باشه. همینجوری نمیتونیم بگیم خب مثلا الان وضع اینجوری باید بیام. یه ریشه در اون سیاست‌های گذشته داره و تقصیر کارگران نیست. به اضافه اینکه واقعا توزیع ثروت در ایران به شدت غیر عادلانه و نامناسبه. شما ببینید مثلا این مسئله کاخ‌نشینی تو ایران که اصلا دیگه قوغا داره میکنه. این یه سری دیگه میخوام بگم تمام مقامات دولت، اصلا من مقام دولتی رو که کاخ و کارخونه و سهامدار نباشه نمیشناسم. تو بخش حالا تولید رو میگن اینجوری، ولی تو بخش بیمارستان ها و بخش بهداشتی همی که خصوصی شده اونا دارن پول پارو میکنن، واقعا پول پارو میکنن. بعد وقت حقوق پرستار رو مثلا زورشون میاد زیاد بکنن، حقوق خیلی از پرستارا که قراردادی هستن شرکتی هستن حتی در بعضی مواقع کمتر از حقوق یه کارگر حداقل بگیر هست. بنابراین این که باید چه کار کرد، اینا به نظرم خب ما باید در این موقعیت از حقوق کارگر دفاع بکنیم و بگیم که این وضعی که هست تو الان بیاین از همش تاوان این وضعیت رو که نباید کارگر بده، باید خود اونایی که سرمایه دارن و اون پولایی رو که توی اون بنیادهای عظیم مثل بنیاد خود امام و نمیدونم بنیاد مستضعفان و غیره که در واقع ثروت غارت شده ملت هست، هیچ کس نمیدونه این پولا صرف چی میشه، کجا خرج میشه، کجا هزینه میشه، چقدر درآمد، حتی مالیات نمیدن. بنابراین کشور ما همین الانش همین امکان مالی برای اینکه بتونه دستمزد رو ببره بالا داره، منتها نمیخوان این امکانات رو خرج جامعه، خرج زیرساختهای اجتماعی و آموزشی و بهداشتی و خرج بهبود مردم بکنن.
مثلا حرف ما اینه که ثروت هست در کشور ولی دست یه عده معدود یه اقلیت کوچیکی هستش. بعد خود اینا میگن که همین اخیرا که بحث افزایش پول بنزین مطرح بود، خودشون گفتن 60 میلیون یا 69 میلیون نفر در ایران نیازمند حمایت هستن. یعنی ببینید چه فلاکتی مردم افتادن که 69 میلیون آدم از جمعیت این کشور، حالا دقیقا یادم نیست 60 یا 60 میلیون روز میخوام اینجوری دارم میگم، ولی به هر حال شما نگاه کنید بیش از 3/4 مردم این کشور رو نیازمند کردن به نان شبشون. خب وقتی که میخوان بنزین رو گرون بکنن میان میگن که آره ما گرون میکنیم که مثلا خرج این 69 میلیون میکنیم، ولی وقتی که میخوان دستمزد رو زیاد بکنن و وقتی یه دفعه از اون 69 میلیون فراموش میشن که این 69 میلیون آدم فقیر وجود داره که در این کشور در این وضعیت به سر میبرن. مسئله دیگه این هستش که دولت، در واقع خود دولت هم سازمان تامین اجتماعی رو به واقع غارت کرده. یعنی بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از 250 هزار میلیارد تومنه و به همین دلیل اصلا حتی کارگر از یه بیمه درستایی برخوردار نیستن. حالا آدم باید چقدر ملاحظه بکنه که مثلا وضع اقتصاد وقتی که همچی سیستمی حاکم هست چقدر باید ملاحظه کرد. حالا بازنشستگان تامین اجتماعی الان ما میبینیم که بیچاره با حقوق زیر 1.8 میلیون دارن زندگی میکنن. آقا 1.8 میلیون کرایه اجاره آپارتمان کوچیک هم نمیشه در ایران الان، فقط کرایه خونه. حالا مسکن به جای خود، بهداشت به جای خود، چیزای مثلا بیماری و مسائل دیگه که دارن، خرج زندگی به جای خود، نه اگه حساب کنیم واقعا این اعتراضی که در ایران هست 100% برخواسته از وضعیت به شدت فلاکتبار و فقیرانه هست که بر زحمت کشان، هم از اونایی که بازنشسته هستن و اونایی که شاغل هستن تحمیل شده. و اصلا فقط طبقه کارگر نیست که الان تحت این فشار، کارمندان هستن، پرستاران هستن. یعنی یه تغییری که در ایران صورت گرفته به نظر من بعد از جمهوری اسلامی اینه که دیگه اومدن این طبقات متوسط، اونایی که جزء به صدا گروه متوسط بودن، اونا رو هم یه جوری باشون رفتار کردن، یه قراردادایی باشون بستن، حقوقشون رو یه جوری ضایع کردن که اینا سقوط کردن اصلا به سطح همین آدمای فقیر. بدین که برویم به سوی آقای کوهستانی نژاد. ایشون نکته ای رو در مورد مسئله شرایط بد اقتصادی مطرح کردن. جناب کوهستانی نژاد، وقتی که مسئله بد اقتصادی رو مطرح میکنیم، شرایط بد اقتصادی بخشیش بستگی داره به اینکه ایران مدیریت درآمدش رو داره چیکار میکنه. حالا بخشیش ممکن استش که بر اساس رویدادها اینطوری بشه، اون استش که مثلا قیمت نفت پایین اومده، درآمد ایران پایین میاد، ولی در دورانی هم که درآمد ایران بالا بوده و نفت ایران رو خوب فروخته، شرایط زندگی مردم رو نتونسته تامین بکنه و درست عمل کنه. شما این مسئله رو امروز چگونه میبینید؟ و اینکه یک مسئله مهمه، ما امروزها در روزهای کرونا هستیم. آقای کار به نکته مسئله بیمه های تامین اجتماعی اشاره کردن. مسئله این است که قشری که از نظر درآمد پایین تر هست، شما شرایط بیمارستان و بهداشت و درمان در ایران رو میشناسین. اولین قربانیان کرونا کسانی میشن که توان دسترسیشون به بهداشت و درمان از همه پایین تره و اونها هم کارگران هستن. بفرمایید، در خدمت شما هست. آقای گوهرزاد، من ابتدا روشن کنم، من مخالف اضافه دستمزد نبودم. من اتفاقا گفتم اضافه دستمزد حتی معکوس بود. اینو روشن کنیم اول. من بحثم در مقابل بحث الان در این زمینه نمیشه بحث کرد، بحث بالاتری داریم. بذارید من بحثمو روشن کنم. ببینید، من گفتم که ما الان همین امروز چیزی حدود 8 میلیون بیکار داریم، یعنی 8.5 در یک ماه گذشته اضافه شده. دولت روحانی چی اعلام کرد؟ درست حدود 20 روز پیش گفت ما بسته های اقتصادی بین 200 تا 600 هزار تومان میدیم. 200 تا 600 هزار تومان، من گفتم پول دو روزه، خرید مایحتاج عمومی نیست. آقای کار توضیح میدن که پول هست نمیخوان بدن. منم که اینو خیلی زودتر از آقای کار اینو میدونستم و خیلی زودتر از این حرفا هم، من سال 2000
2001 بحث کردم که گفتم ما بحث تشکل مستقل کارگری رو میخوایم. یعنی من تو اون زمان توضیح همین بود که من که نه، یعنی کسانی که میگفتم و منم به طبع از اونا حمایت میکردم این بود که ما تا تشکل مستقل کارگری در محیط کار نداشته باشیم نمیتونیم نمایندگی اون بخش از جامعه رو داشته باشیم که بتونن بحث بکنن که واقعیت امروز چیه. ببینید ما داریم صحبت از جامعه میکنیم که همین ماه گذشته موقعی که بودجه کشور رو بردن در مجلس ارائه کردن 1988 میلیارد دلار رو توضیح دادن، یعنی خواستن. از این 1988 میلیارد ما 28% از این بودجه ما میره به نهادهای مذهبی. تو همین یک ماه گذشته خوشبختانه نهادهای مذهبی ما رفت زیر سوال برای این جامعه. یعنی امروز در مساجد رو که بستند هیچ، نماز جمعه رو که تعطیل کردن هیچ، بنیادهای خیریه رو که تعطیلش کردن هیچ، ولی مردم ما به یک مرحله دیگه رسیدن. یعنی خوشبختانه این کرونا مذهب ما رو زیر سوال برد. حالا خیلی ها معتقدن که خرافات اون جامعه ادامه داره، خب نه منو میفهمم، ولی نهادهای مذهبی ما که 30% از بودجه ما رو دارن مثل هلو تو گلوشونه، یعنی جامعه مصطفی 60 تا کشور داره خرج میده، خب یکی نیست از این جامعه بره. خب جامعه مصطفی به چه ربطی داره که تو 60 کشور چیز مرکز داشته باشه؟ ببینید ما داریم از کشور، من داشتم توضیح همین بود که ما با یک بحرانی روبرو هستیم که خود روحانی به درستی گفت ما 30 میلیون معترض به زودی در این کشور داریم. درست گفت. یعنی ما اگه این 14 میلیون کسی که امروز با فلاکت اقتصادی روبروه، شما نگاه نکنید به نهادهای کشوری که زیر بودجه کشوری دارن حقوقشون رو میگیرن و اتفاقا خودشون هم 15% بودجه اینا رو بردن بالا و میگن حداقل بازنشستگان کشوری ما، اینا کیا شاملش میشن؟ از قوه قضاییه تا نیروهای انتظامی و سپاه، اینا حداقل دستمزد اینا بازنشستهشون 4 میلیون تومنه. ما داریم از یک کشوری صحبت میکنیم که اون 4 میلیون رو بذاریم کنار، دوروبری های خودشون. از این 80 میلیون آقای کارگوف نمیدونم، ولی آمار دقیقی که خودشون میدن 60 میلیون وابسته ما داریم به یارانه. یعنی فاجعه است. یعنی ما داریم از کشوری صحبت میکنیم که نه توش مدیریت وجود داره، نه توش آینده نگری وجود داره. برای همینه که ما میبینیم که به دوزی و یعنی خودتون آقای گوهرزاد تو زبان انگلیسی اینو معتقدن، یعنی ما یک سیستمی داریم کلپتوکراسی، یعنی سیستم دوزسالار بهره‌کش. ما با این سیستم الان در ایران روبرو هستیم که این سیستم داره جامعه رو متلاشی کرده و این جامعه خوشبختانه یه مردم آگاه داره. اگه ما این مردم رو نداشتیم، شما مطمئن باشید که وضعیت کشور ما بهتر از کشورهای لیبی و اینا نبود. مردم ما آگاهن، مردم ما میدونن. یعنی مردم ما امروز ما یک جامعه طرفیم که تو خودش بسیار آگاهانه داره عمل میکنه، 8 میلیونش خارج از کشور وظیفه‌شو نمیدونه. یعنی شما حساب بکنید زمانی که دولت ما میاد از جامعه صندوق بین المللی پول میگه 50 میلیون به ما پول بدید، در شرایطی که اون میتونه یه مکانیزمی باشه که این دولت رو بیارن به زانوش بشونن و بگن این 50 میلیون رو میخوای چجوری خرج بکنی، این 50 میلیون رو نهادهای ناظری مثل 1.5 میلیون معلم در اون کشور ما داریم که میتونن نهادهای نظارتی باشن بر کمک کردن به جامعه کارگری ما، نمیذارن از این استفاده بکنن. یا دو گروه داریم، یه گروه داریم میگن بدید بهشون برن این جامعه توش مسئله تحریما داره داغونش میکنه، یه سری میگن که ندیم، یه سری نمیان بگن بابا جان این امکانی که ما داریم، میتونیم در شرایطی هستیم که این جامعه رو بتونیم سر پاش بیاریم، ما وظیفمون اینه. یعنی وقتی آقای کار میگه هستش حقوق از آقای 1 میلیون کارگر ایران خودرو رو شما نگاه کنید،
ایران خودرو ما 19000 میلیارد تومان ارزششه، سایپا 14000 میلیارد، پارس خودرو 5000 میلیارد، زامیاد 1.8 میلیارد دلاره در صورت تومنه. در صورتی که کشور ما 17 میلیارد تو 6 سال گذشته تو سوریه خرج کرده، در یک کل سیستم خودروسازی ما 7 میلیارد دلاره، 1 میلیون کار به وجود آورده. در کنار هر 1 میلیون کاری در بخش صنعتی 7 کار غیر صنعتی میتونه به وجود بیاره، یعنی 7 میلیون کار دیگه بسازه. ما مدیریت نداریم، منم میفهمم ما مدیریت نداریم، ولی ما وظیفه داریم شعار ندیم. ما وظیفه داریم به مردم خودمون بگیم که بله با یک دولتی طرفی که دو سالاره، ولی این مردمی که 70 میلیونشون شریفن، انسانیتشون هنوز داره کمک میکنه. طرف توضیح میده میگه من زنگ میزنم برای من میارن وسایلمو در خونم میذارن، پولی هم ازم نمیگیرن. این مردم یک مردم بسیار با ارزشن که هیچ جای تاریخ بشریت ما نمیتونیم مقایسش بکنیم با یک دولت دو سالار طرفم، ولی یک دولت مردم انسان. اجازه بدین که برگردیم سر موضوع و من با آقای کار این فرصت رو بدم که نگاه بکنه. ببینید داستان این نیستش که من وقتی دارم بحثای شما دو نفر رو میشنوم همه از سر دلسوزی و این هستش که کارگران از حقوقشون برخوردار نیستن، طبقه متوسط ما بدل شده به طبقه زیر طبقه متوسط، به سوی فقر پیش رفته، ولی تمام اینها شرایط متفاوت. این که آقای کوهستانی نژاد موضوعی رو مطرح میکنن که اصلا این موضوع رو میشه در آینده با کسان دیگه مطرح کرد و بحث کرد، این که آیا کمک‌های جهانی به ایران درست است انجام بشود، درست نیست انجام بشود، اگر انجام بشود چه نوع نظارتی رو میطلبه، آیا حکومت ایران با دریافت این کمک‌های جهانی میتونه گره مشکلات رو حل کنه یا به اندوخته های خودش و این اختلاسگران اضافه خواهد کرد. اینا بحث های متفاوتی است که باید بهش نگاه کرد. من امروز بحثم روی شرایط کارگران در این دوران کرونایی است. اجازه بدین که برویم به سوی آقای کار. آقای کار، شما در این بحثی که آقای کوهستانی مطرح کردن اگر به این نکاتی هست و پاسخی به این مسائل دارین یا میخواین نکته ای رو اضافه کنین، در خدمت شما هست. نه من زیاد اون بحثی که یه قسمتی از بحث که آقای کوهستانی کردن که به نظر من این که مثلا مسجد ها فلان شده اینا که خب بحث ما نیست، یعنی این که مسجد ها هم که بسته شده اینا ولی بودجهشون رو دادن، بنابراین بودجهشون هم کم نمی کنن، الان پس هم ازشون نمی گیرن اگه بخوایم حساب بکنیم، بنابراین بسته شده مسجد ها هم زیاد تأثیری تو این عرصه نداره. به اضافه این که حالا درست است که در جمهوری اسلامی این نهادهای مذهبی هم همش در خدمت حکومت، اکثرا در خدمت حکومت قرار گرفته، ولی به نظر من بحث ما این نیست. ما با مذهب مردم اینا چیز نداریم، سر ناسازگاری نداریم و هر کس محترمه که هر مذهبی که میخواد داشته باشه و مراسم مذهبیشو انجام بده و غیره. بنابراین اصلا موضوع بحث ما اون نهادها نیست، ولی نهادهایی هست که بودجه های کلون میگیرن. حالا اون نهادهای مذهبی هم مثل اون نهادهایی که اون آقای به اصطلاح مصبا اینا هستن، اونا به جای خود هست، ولی پول در این مملکت از این بودجه خیلی این ور اون ور خرج کارهای بی خودی و ضرر میشه. من با اون بحثی هم که ایشون فرمودن که ایران مثلا در سوریه و جای دیگه میره پول خرج میکنه، اونم قبول دارم، بحث درستیه. به نظر من هزینه های نظامی، هزینه های دخالت های نظامی ایران در کشورهای دیگه سنگینه و غیر لازمه و در واقع یه نوع دخالت های به نظر من ناسبابه هست که ایران در امور کشورهای دیگه میکنه و اینا رو به صلاح قبول دارم و معتقد هستم که این بودجه ها باید برگرده به داخل کشور، جهتش عوض بشه برای کمک به جامعه، زیرساخت ها و بهبود وضع معیشت و بهداشت و اقتصاد کشور بشه. این در رابطه با اون مسئله‌ای که ایشون فرمودن من نمیتونم بگم، ولی ما الان به کارگری که گرسنه است و واقعا گرسنه است به معنی واقعی گرسنه است، اون کسانی که میرن نونشون رو از توی سطل زباله در میارن، نمیتونیم بگیم که آقا شما مثلا الان کرونا است
افزایش دستمزد نخواین، نخواین وضعتون بهتر بشه. نه خیر، اینا میخوان، باید هم بخوان، حقشون هم هست. به اضافه اتفاقا افزایش دستمزد و بهبود شرایط کمک میکنه به مبارزه با کرونا الان، بلکه وقتی که طرف وضعیت بهداشت و معیشتش بهبود پیدا میکنه بهتر میتونه با این مقابله کرد. خب خیلی جا هم هستش، درسته من قبول دارم که یه سری از کارخونه ها الان سود نداره و به اصطلاح یا اینکه سود کم داره، ولی یه سری هم هستن که سودای نجومی میبرن، واقعا سودای نجومی میبرن. خب یکی از دلیلش هم اینه که تو همین حال هوای کرونایی ما تو گزارشات متعددی که در خود رسانه های داخل کشور که بعضشون هم دولتی هستن و بعضشون هم نیمه دولتی هستن خوندیم که کارگرها رو به زور کارفرما میبره سر کار تو این شرایط کرونایی. خب کارگرم مجبور بره چون شغلش از دست میده، کارگر اعتراض داره میگه من چرا خب باید برم اینجا، میترسه مریض بشه. ولی در این حال خب اگه سود نداره کارگر، اگه سود نداره کارخونه، چرا به زور میبره؟ منتها یه سری از کارفرما سعی میکنن از این فرصت استفاده کنن برای بازگرفتن از بودجه عمومی از دولت. حالا 11 تا کاری حالا خودشون گفتن 11 تا، من مطمئنم که بیشتر از اینه چون اینا هیچ وقت آمار درست نمیدن. این یکی از آمار است، 11 کارگر کارخونه قطعی سازی به خاطر که اصلا همون در زمانی که قرنطینه برقرار بوده به اصطلاح در همون مدت مجبورن برن سر کار و توی فضای کوچیک و با تراکم زیاد کار بکنن و 11 نفر کشته شدن. ما نمیدونیم چند تا از خانواده‌های اونا مبتلا شدن، چند تا از همسایه‌های اونا، نونوایی محلشون، بقال محلشون، اتوبوسی که سوار شدن و غیره. بنابراین این مسئله هستش که ما داریم میبینیم و در واقع اگر تولید صرف نمیکنه اونجوری که میگن، خب چرا مثلا موقعی که تولید صرف نمیکنه شما کارگر رو به زور میبرید سر کار، موقعی که قرنطینه هم هست دارن باید همه در خونه باشن؟ بنابراین اصلا به نظر من در جمهوری اسلامی ارزشی برای جان مردم و برای جان انسان قائل نیستن و اصلا ضرر و زیانی هم که از این کار متوجه میشه، متوجه جامعه میشه، به نظر من خیلی وسیعه و گسترده است. بنابراین اگه بخوایم منصف باشیم باید بگیم خب آقا این درآمدهای کسب این توزیع عادلانش بکنید، یه مقداری اقلا که ما ببینیم که یه سهمی هم به این آدما برسه، یا مثلا طرف مریض میشه نمیدونم الان معلم یا مثلا کارگر به اصطلاح بیمه است، ولی بخشی از بیمه رو خودش باید بده، یعنی باید اون بیمه رو خصوصی کردن یه بخشیشو، یعنی وقت اون طرف در واقع نصف بیشتر بیمهش انداختن به گردن خودش با اون حقوق و دستمزد پایینی که بهش دارن میدن. اینا یه مسئله هستش که واقعا زندگی رو برای مردم، مردم زحمتکش، کارگر، کارمند، بازنشسته، حالت حالا نمیخوام از اصطلاح خیلی چیز استفاده کنم ولی واقعا وحشتناک کرده. سپاسگزارم جناب کار. چون به پایان برنامه نزدیک میشیم میخوام یه 2 دقیقه آقای کوهستانی نژاد نظرشون رو در مورد یک موضوعی بدن، شما هم همینطور، تا بتونیم این برنامه رو پیش ببریم و به پایان ببریم. آقای کوهستانی نژاد، شما در مورد اینکه تصمیم دولت روحانی برای بازگشایی و راه اندازی کسب و کارها اعلام کرد و شما در جهان نگاه میکنید بر اساس یک جدولی بازگشت به کار رو دارن در نظر میگیرن، ولی این چیزی که در ایران یک دفعه تاریخ اعلام میکنن، البته گذشته از اینکه مردم هم ممکن است در خیابان ها رعایت نمیکنن و حضور دارن، شما این بازگشت به کار رو در دوران کرونا، در دوران ناکارایی دولت در مبارزه با کرونا، به باور من از نظر مدیریتش در هر هیچ زمینه مدیریت نداشته، در اینم مدیریت درستی نداشته، شما این رو چگونه میبینید؟ من توضیح هم آقای گوهرزاد دادم، گفتم بودجه دولت شما اگه نگاه بکنیم، من که نمیخوام شعار بدم که ما اگه الان اقتصاد ایران رو در مقایسه با دوزیای احمدی نژاد ببینیم، ما از لحاظ بانک مرکزی چیزی که داره میگه کفگیر در دیگ خورده، پولی نیست. اون پولی که کمکی که از صندوق بین المللی خواستن و ندادن به اینها، عملا میلیون ها کارگر ما رو
تو یک، یعنی شما اگه نگاه بکنید از بچه که سوال میکنن میگن که چرا اومدی سر کار، میگه کرونا چه من اونو شب ندارم. ما در از 80% از نیروی کار جامعه ایران یا قراردادیه یا زیر 10 نفر کار محیط کار داره کار میکنه. ما با بحران اقتصادی عجیبی روبرو هستیم و دولت هم راست میگه، خود روحانی میگه اگه اینا برنگردن ما پولی نداریم به اینا بدیم. من نمیام از رژیم دفاع بکنم که من که مخالفت دارم، ولی واقعیت همینه که با یک بحرانی روبرو هستن که ندارن جاشو پر کنن. شما اگه میبینید دولت آمریکا میگه 3 تریلیون دلار پول چاپ میکنه، دولت کانادا میگه 102 بیلیون دلار وقتی میده پول از بودجه میده که شاید تو آینده تولیدش کنه. ولی تو ایران به خاطر دزدی سیستماتیک 40 سالشون خودشون دیگه نمیتونن این کارو بکنن و ما با یک کشوری روبرو هستیم که خودش میگه بودجه ندارم. اگه کسی آماری داره که نشون بده پول داره و نمیخواد بده و نگهداره تو کار، نشون بده. ما باید از اون زاویه بگیم که بحران داره، همه چیزش هم داره. و بحث اساسی هم سر این که ما تشکلات مستقل کارگری نداشتیم. ما اگه یه تشکلات مستقل درست حسابی داشتیم مثل کشور خزدار، همه کشورهای دنیا، حتی پاکستان و هند هم این کارو کردن. یعنی باید با بسته های حمایتی بدن و بسته حمایتی 200,000 تومان برای 20 میلیون آدم که الان کاری پیش نمیبره. و روحانی درست میگه، به زودی 30 میلیون نیروی کار اعتراضی در خیابونه. حالا آقای کار میگه دارن نمیدن، من میگم من فکر نمیکنم بودجه داشته باشن که بدن. ما باید فکر بکنیم که آیا این جامعه رو میشه سر پاش آورد و بازخواستش کرد. این شرایط امروز وجود داره. اگه آقای کار میگه نه این شرایط وجود نداره، کمک بین المللی نکنند به ایران و ایرانم به یه بحثی بکنیم سر اینکه تحریم و غیره و زاله کرده، من اینو اعتقاد ندارم. من میگم شرایط، بهترین شرایط برای جامعه کارگری ما وجود داره که اینجا دولت رو سر پاش نگه دارن و ازش استفاده کنن برای بهتر کردن روزگار کارگران ایران. دست شما درد نکنه. سپاسگزارم. چون ما همش 1 دقیقه وقت داریم آقای کار، اگر پاسخی هست 30 ثانیه شما میتونید از این 1 دقیقه ما رو استفاده کنید. بله، من اصلا هیچ وقت نگفتم که شرایط، نگفتم که ایران از کمک‌های خارجی استفاده نکنه یا بکنه. من چنین بحثی رو ابدا مطرح نکردم، در مورد تحریم هم صحبتی نکردم. نظرم اگه فرصت بود میگفتم، ولی اون چیزی که مسلمه به نظر من کارگرها در ایران این مبارزه که برای افزایش دستمزد میکنن و برای به اصطلاح کار، این مبارزه در واقع در خدمت همون چیزی هستش که مملکت ما رو به اینجا کشونده. دولت یعنی مبارزه، از مبارزه اقتصادی شکل سیاسی به خودش میگیره و تا این مبارزه نباشه تغییری در جمهوری اسلامی رخ نمیده. یعنی همون وضع 40 سال گذشته تکرار خواهد شد. بنابراین من طرفدار این هستم کارگرای اعتراضات و مبارزاتون رو تشدید بکنن. دولت هم نه به این، نه برای حمایت از این دولت، بلکه برعکس برای مخالفت با این دولت و سیاست‌هایی که این دولت پیش میبره و در خدمت تغییر سیاسی در کشور ما. راه دیگری برای این خلاصی از این وضع وجود نداره به نظر من. من از هر دوی دوستان سپاسگزاری میکنم. کاش وقت بیشتری داشتیم. در آینده هم میشه بسیاری از مسائل باقی مونده میشه بهش پرداخت، مسئله تحریم ها، مسئله نقش دولت در این بهره گرفتن از پولی که آمده و یا پولی که درخواست میکنه، نقش سازمانهای سیاسی خارج از کشور در فشار بر سازمانهای بین المللی، همه اینها رو میشه در آینده بحث کرد. امروز بیشتر توانستیم به مسئله شرایط کارگران تا اندازه یک نیم نگاهی داشته باشیم. ولی یک مسئله مهمه در پایان، من نخست ایزه بدین چون داریم به پایان برنامه میشه، از هر دوی دوستان سپاسگزاری بکنم و برای فرصتی در آینده دعوت خواهم کرد که بیایم روی یک موضوع خاص و خیلی مشخصتری بیشتر دقت کنیم. سپاسگزار جناب صادق کار، سپاسگزار جناب کوهستانی نژاد عزیز. خب بینندگان گرامی، به پایان برنامه رسیدیم. من به یک نکته اشاره کنم. در روز گذشته دوستانی به من در این هفته تلفن کردن، هر کدوم هم نظری در این زمینه ها داشتن. یکی میگه که آقا چرا اصلا دولت آمریکا میخواد به ایران کمک مالی کنه؟ بخشی از سناتورها اینو مطرح کردن. یکی میگه که اگر این کمک بشه
چنین خواهد شد. یکی میگه نه کمک نکنن تا سقوط بکنه. ما بحث‌های متفاوتی رو از نگاه‌های متفاوت در این شرایط نسبت به جمهوری اسلامی داریم، ولی یک نکته هست که بسیار پر اهمیته. ایران به سبب عضو نشدنش در FTAF، یعنی نرفت به اون سازمانی بپیونده که نگذارن پولشویی رو انجام بده و دقت به کارشون بیشتر بشه، که بحث بسیار مفصلی داره، اون خود به خود توان این که بتونه از سازمان‌های بین‌المللی پول مثل صندوق بین‌المللی پول و اینها کمک بگیره یه مقدار همواره محدودتر و بسته‌تره و با یه علامت سوال بزرگ که چگونه توزیع خواهد کرد، چگونه تقسیم خواهد کرد، چگونه حل خواهد کرد. به امید اینکه همه شما تندرست باشین، برای دو مهمان گرامی هم آرزوی بهترین ها رو دارم. به امید گفتگو در آینده، روز و روزگار خوش. اسپانسر این برنامه از توجه شما بینندگان گرامی سپاسگزار است.